سلام، سارا هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق این برنامه میتونیم به خونه های گرم شما بیایم تا با هم همراه به عرفان عزیز کلام خدا رو بررسی بکنیم. سلام بر شما عزیزان. سلام بر شما. سلام. خوشحالم که اینجا هستم در کنار شما. ممنون. شما خوشحالین؟ بله خیلی خوشحالم از اینکه در کنار شما این برنامه رو داریم. باعث سعادت عزیزین. امیدوارم که خوب و سلامت و شاد باشین. میخوایم راجع به 5 نان و 2 ماهی صحبت کنیم. بله. به به. کلا نان و ماهی و الان هم جیلبرت عزیز میاد، بحث غذا اینا که داره میشه، ما میخوایم غذا هم سفارش بدیم. غذا هم سفارش میدیم، اتفاقا ماهی هم توش هست. هست. بله. ولی از اون ماهی ها نیست. آره نوعش فقط فرق میکنه. یه ماهی و 5 تا سالاد مثلا. رژیمی رفتیم دیگه، گفتیم یه ذره رژیمی باشه. بله. پس میشه انجیل یوحنا باب 6. درسته. تکثیر 5 نان و 2 ماهی. یه توضیح مختصری هست که میرن به آن سوی دریاچه، عیسی به همراه شاگردان و مردم هم دنبالشون میرن، گروهی دنبال اونا میرن و مسیح نگاه میکنه میبینه با اینا این هم مدت اومدن گشنه‌شونه، چیکار بکنیم؟ یه غذایی بخوریم دور همین. بله. و رو میکنه به فیلیپوس و از این قسمت شما میتونید. بله حتما. چون عیسی نگریست و دید که گروهی بسیار به سویش میآیند، فیلیپوس را گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند. این را گفت تا او را بیازماید، زیرا خود نیک میدانست چه خواهد کرد. فیلیپوس پاسخ داد 200 دینار نان نیز کفافشان نمی کند، حتی اگر هر یک فقط اندکی بخورند. آره. پس آماده به جوابم بوده فیلیپوس. آره، ولی خب اینا همه غافل از اینه که کی داره سوال میپرسه. دقیقاً. و چی میپرسه؟ آفرین. اما آیه 8 میگه یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود گفت پسرکی اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، اما این کجا این گروه را کفایت میکند؟ عیسی گفت مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود، پس ایشان که نزدیک 5000 مرد بودند نشستند. دقیقا. و ادامه بدم؟ بله تا 14 میخواین شما بخونید. بله با شادی. آنگاه عیسی نانها را برگرفت و پس از شکرگزاری میان نشستگان تقسیم کرد و ماهیها را نیز به قدری که خواستند، چون سیر شدند به شاگردان گفت پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود. پس آنها را جمع کردند و از پاره های باقی مانده آن 5 نان جو که جماعت خورده بودند 12 سبد پر شد. خیلی ها عرفان. بله. یعنی 5 تا نون بوده. بله. 5000 نفر، حالا این 5000 نفر هم که حتما بیشتر بودن. بله. جلوه تعزیز میاد توضیح میده خیلی، ولی اصلا یعنی آدم واقعا لذت میبره از شنیدنش. بله. و اینکه بله. میشنوی خیلی چیز بزرگیه. یه من یه چیزی بگم خیلی کوتاه، میگه که پسرکی اینجاست که 5 نان و 2 ماهی دارد. اینجا آندریاس داره میگه این اصلا کفاف نمیکنه. بعد جواب عیسی میگه مردم را بنشانید. اصلا اهمیت نمیده به جواب ما. خیلی باحاله. خیلی. و الاف آخرش هم بخونید. بله. مردم با دیدن این آیت که از عیسی به ظهور رسید گفتند به راستی او همان پیامبر است که میباید به جهان بیاید. عیسی چون دریافت که قصد دارند او را برگرفته به زور پادشاه کنند، آنجا را ترک گفت و بار دیگر تنها بپرد. آمین. آمین. میخوایم راجع به این 5 نان و 2 ماهی هم صحبت بکنیم. پس ما میریم با اجازه شما. بله. و برمیگردیم با برادرمون شیدا. کانالاتونو دست نزنیم، برمیگردیم. دوستان عزیز برگشتیم با جیلبرت عزیز که بهمون ملحق شدن که در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. خوش اومدی جیلبرت. خیلی ممنون، مرسی، خیلی خوشحالم و گرسنه. آره. آره. این کاغذه که الان میخواد غذا بیاره. اینو گذاشتم این پایین که تو دور دیده نشه. فکر می بذاریم بالا. حالا با نه همون میبینه. 38 تا چیز بیاره برام. نان. نان. 3 تا نان و 8 تا ماهی. بذاریم که تو دوربین مزاحم نشه. جیلبرت ما داشتیم اون داستان تکثیر 5 نان و 2 ماهی رو میخوندیم با دوستای عزیزمون، گفتیم که شما بیشتر در این مورد توضیح بدین. ما برای همین غذا سفارش دادیم که تمرین بکنیم، دعا بکنیم ببینیم چی میشه، بیشتر میشه یا نه. 8 تا سفارش دادین. 38 تا. ماهی هم اتفاقا هست توی اون چیزی که. آره ماهی هم گرفتی. نوش فرق. میدونید کارای عیسی مسیح خیلی جالبه و متفاوت، من خیلی دوست دارم.
و مسلما فکر نمی کنم که امروزه چنین اتفاقی به این راحتی میتونه بیفته که ماهی و نان و سنگک و بربری تبدیل به تعداد بیشتری بشه. ولی عیسی مسیح بر حسب نیاز اونجا عمل میکرد. حالا جالبه که در یکی از این اناجیل، فکر نمیکنم مال یوحنا هست، ولی نوشته که میخواستن برن در خلوت باشن، در تنهایی باشن، بعد نشستن توی قایق رفتن به اینجایی که الان رفتن. ولی از اونجایی که مردم معجزات زیادی دیده بودن، دنبالشون پیاده رفتن یه جای دیگه، با پیاده رفتن همون جایی که اینا میداشتن میرفتن و اونجا باشون بودن. و حالا وقتی اونجا رسیدن دیدن که ما غذا نداریم و مدت طولانی بود که گذشته بود و همه گرسنه بودن. و اینجا برای من جالبه که عیسی مسیح از فیلیپوس میپرسه. میتونید بخونید چی میپرسه؟ بله، فیلیپوس را گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند. حالا شاگردای دیگه هم بودن، 11 تا دیگه هم هستن، چرا از فیلیپوس میپرسه؟ شاید نمیدونم میخواست فیلیپوس رو امتحان بکنه. فیلیپوس نزدیکش بوده، دم دست بوده، گیر دادن به این فیلیپوس. میدونید خیلی وقتا ما وقتی که به یه جایی میرسیم که احساس میکنیم که دیگه ما خیلی حالیمونه، اون موقع است که اتفاقا آزمایش ها میاد. وسوسه نمیاد ولی آزمایش همیشه میاد. وسوسه از طرف شیطان، از طرف دشمنه، آزمایش از طرف خداوند، از طرف دوسته. وسوسه ما رو پایین میبره، ما رو نابود میکنه، آزمایش ما رو بالا میبره و میسازه، قوی میکنه. بله. و شاید این یک آزمایش بود برای فیلیپوس، که فیلیپوس تویی که در باب قبلی دیدی که چه اتفاقاتی افتاد، چه معجزاتی اتفاق افتاد و من شما رو دو به دو فرستادم و رفتید، حتی شفا جاری شد. الان فکر میکنید دیگه همه چی امکان پذیره، میدونی که همه چیز امکان پذیره، حالا چیکار بکنیم؟ راستی نون از کجا بخریم؟ در ضمن فیلیپوس اون کسی بود که خونش میدونیم که نزدیکترین بود به این جایی که زندگی میکردن، فکر کنم 4 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت، پس شاید محله رو خوب میشناخت، بچه محل بود. بچه محل بود. فیلیپوس تو که بچه محلی، نون از کجا بخریم؟ جواب چی میده؟ فیلیپوس پاسخ داد 200 دینار نان نیز کفافشان نمی کند، حتی اگر هر یک فقط اندکی بخورند. برای من جالبه که سوالی که عیسی مسیح میپرسه کجاست، یعنی از کجا بگیریم. جواب فیلیپوس یه چیز دیگه است. آه. که 200 دینار داریم ولی حتی اگه فقط نون خالی هم بخوریم 200 دینار کافی نمیشه، ولی این همه 5000 نفر مرد هستن. حالا دیگه اون موقع در سرشماری ها متاسفانه فقط مردا رو میشمردن، زنان و بچه‌ها آدم حساب نمی‌شدن. آره تو شماره تو برعکس الان فقط زنان میشدن، آره بچه‌ها دیگه مردا دور از بله زنا بعد حیوانات بعد مرد. بعد من می‌خواستم دیگه اینو نگم دیگه، خودتون راحت باش ما راحتیم، ما کنار اومدیم با این موضوع. ببین اون موقع اصلا یه دعای خیلی معروفی بود که فریسیان و روحانیون زمان می‌کردن که خداوند ما تو رو شکر می‌کنیم که آزاد هستیم، اسیر نیستیم، زن نیستیم. دوم اینکه یهودی هستیم، غیر یهودی نیستیم. سوم اینکه مرد هستیم، زن نیستیم. یعنی یک دعای نوشته شده زمان بود. اینقدر براشون چیز بود که یه جورایی در شرق اومده یه مرد سالاری اومده. البته امروز تمام شده متاسفانه برادر. تمام شد دیگه. دوران ما تمام شده دیگه. ولی گذشت اون دوران. ولی متاسفانه به ایران هم اومده بود یا به شرق به طور کلی، که مردها احساس میکردن که انگار فقط خودشونن، میتونن زنها کتک بزنن. ببخشید خیلی دوست دارم به این بگم یک بار دکمه رو بزنی کار میکنن. سگ داشت آخه بقیلش، دیدیش یه نوالی برای سگش بود، سگ سالاری. حیوان دوست باشی. چی میگفتیم؟ نه این به قسمت به ایران رفته، این مرد سالاری به سمت شرق رفته. آره خیلی از مردها فکر میکنن که اجازه دارن هر کاری که میخوان انجام بدن، هر چیزی که میخوان بگن و کتک کاری بچه رو هر جور که میخوان بزنن، یعنی هیچ مهم نیست. اینجا تو آمریکا مثلا بچه رو بزنی بار دیگه میگی بابا دست بلند کردی، زنگ میزنه پلیس.
من میشناسم افرادی که زنگ زدن پلیس اومده بابا رو برده. نه بابا. آره. اینجا قانونشون برای بچه‌ها خیلی. آره. یکی از دوستای من بود. هنوزم هست ولی دوستی کمتری داریم، ولی خودش میگه من نزدم خانومم، ولی میگه خانومم که داشت کتک کاری میکرد منو میزد، من فقط دفاع کردم، هولش دادم که بره اون طرف. خانم زنگ زد پلیس اومدن با دستبند جلوی در آبروریزی بردن. یکی دیگه از دوستان عصبانی شده بود خیلی، توی ماشین بودن، نمیدونم واقعا زده بود پشت دستی تو صورتش یا چیز، و دختر اومد بیرون گریه زاری فلان. یه نفر اونجا دیده بود زنگ زد به پلیس، اینو بردن تیمارستان دیوونه خونه بردن، و دو هفته میگه پامو زنجیر زده. بابا عصبانی شدم اشتباه کردم خانم، اما یه زدم ولی دیگه بابا دیوونه که نیستم. بعد شما با این دوستا نگرد دیگه، نگران میشیم. دوستی ما خود ضعیف شد. ولی این از اونجایی میاد که این اجازه داده شده که مردان کار میکنن. حالا همه اینه فقط یک بکراندی بود برای این امری که از کجا اومده، از جایی که اصلا شمارش نیستن. اینکه مثلا 5000 نفر هستن، یعنی 5000 نفر مرد. این مال ماه اول اینجا. Is that ours? You can bring it here. مال ما رو اونجا گذاشت که مزرم نشه. Not a problem. Thank you. Wow. Thank you, Nana. And let me come back. Perfect. به به. برامون تو گو زد. حالا شما میتونید توضیح بدید که اینا چی بود من بخورم؟ ادامه بده. خوشحال میشیم. به به. سالاد. اینا مهمه در زندگانی. در زندگانی. پس آره، فقط 5000. اینو میخوام بگم که اگه حساب بکنیم در اصل شاید اگه مرسی. شاید اگه مثلا یه دونه بچه در هر خانواده به سزای هر مرد، سزای ازا، به ازا اگه فقط یک زن و یک بچه بود با همدیگه می شدن 15000 نفر، پس 10 تا 20000 نفر اینجا آدم هست. و فیلیپوس اینجا بفهمه در زن راحت دیگه بخورید. فیلیپوس اینجا میگه که ببین ما نمیتونیم، و خیلی وقتا ما هم اینطوری هستیم، لاقل من اینطوری هستم، که گرچه کار خداوند رو دیدم در زندگیم که از هیچ چیز چه چیزهایی آفریده، منو کجا آورده، منی که هیچی خودم رو اصلا لایق و قابل نمیدونستم که بتونم خدمت بکنم، داره استفاده میکنه برای خدمت. باز یه ایده میاد، یه چیزی میاد که برای خدمت باشه، میگم خب من که نمیتونم خداوند، ولی ایده خوبی ها. بعد فکر بکنم که تو که بله نمیتونه، ولی خداوند که میتونه استفاده بکنم. همون خدا مثل فیلیپوس نشو که در باب قبلی میبینی خداوند چیکار کرده، در این باب میگی ببین 200 دینار داریم، این که کافی نیست. بله. و اینم اینجا هست، ولی کجا بریزیمش؟ میریزیمش رو خود زمینی. اوکی هست اینم؟ آره بله. بغل میذارم که شما میل نداری بعدا. ببین دیگه از تهیه کننده شما چیزی نگید برادر، اینا رو داشته باشید. کی؟ شما به تهیه کننده گیر میدید. ما با این چیزها که بابا کار ما راه نمیافته. پس این چنین، بعد چی میشه؟ میگه اتوان این را گفت تا او را بیازماید، زیرا خود میداند که چه خواهد کرد. بعدش یه نفر دیگه است به اسم آندریاس. آندریاس چیکار میکنه؟ برادر شمعون میگه که یه پسری اینجاست که 5 نان و 2 ماهی داره، اما اینم همون میگه این 5 نان و 2 ماهی این چند هزار نفر به یه نفرم جواب نمیده. ببینید 5 نان و 2 ماهی اینو من همیشه پاره میکنم که بر نگرده. نانو آها اونو بعد میذارن زیرش. آه اینو فکر نکرده بودم. من همیشه پاره میکنم میذارم زیرش. یاد گرفتی. آندریاس شخصیتی داره که همیشه میره مردم رو پیدا میکنه میاره. بله. در زمانهای آخر خدمت عیسی مسیح روی زمین یونانی ها آمدن گفتن ببین ما میخواییم عیسی مسیح رو ببینیم چیکار بکنیم. آندریاس گفت ببین من هواتون رو دارم، میبرمتون پیش عیسی مسیح. آره. آندریاس رفت برادرش پتروس رو برد گفت ببین بیا ببرمت با عیسی مسیح آشنات بکنم. بله. آندریاس این 5 نان و 2 ماهی رو برد. پس آندریاس آورنده هست. و اینجا میدونین من میخوام در مورد خواندگی صحبت بکنم یه خورده، که بعضی وقتا خواندگی ما شاید این نیست که ما بریم
موعظه بکنیم بالای منبر در کلیسا. شاید خواندگی ما اینه که مردم رو بیاریم در کلیسا که بشنون کلام رو. پتروس گوینده است بیشتر، آندریاس آورنده است. حتی در روز پنتیکاست می‌بینیم که پتروس موعظه میکنه، آندریاس نمیکنه. بله. ولی همیشه مردم رو آندریاس آورده، حتی خود پتروس رو آندریاس آورده. و پتروس ها معمولا پررنگ میشن، دیده میشن، در موردش صحبت میشه. آندریاس ها معمولا اونایی هستن که مطمئنم که در آسمان اجرشون خیلی بیشتره. بله. چرا که با فروتنی فقط میارن مردم رو به سمت عیسی. یه جوری پشت صحنه ان انگار. اگه بخوایم مثلا فیلم برداری، این همه برای فیلم برداری ما این همه زحمت میکشیم یا همه مردم اینو میبینن، ولی پشت صحنه ها اون هستن که پشت دقیقاً. دقیقاً. اونا هستن که بیشتر این کارو میکنن. علاقه شدید دارن به عوامل پشت صحنه، علل خصوص سعی کنن. پس بفرمایید بخورید از این. بفرمایید. نه. سوالات فقط بعد روش یه چیزی الان شاید برای این سوال پیش بیاد برای دوستان که ما سوالاتو بدونه. آره. ما هنوز سوالات نخوردیم. ولی چه ماهیه؟ بله. اون رویه. بله ما تقریبا 8 دقیقه داریم. بعد از 8 دقیقه هم خواهر دیدم شما. ببخشید. نه ایتس اوکی، فقط روی دستم نیست. اوکی. چیزه چی میگفتیم؟ آره فیلیپوس اینجوری، آندریاس اونجوری. این برادرمون هم اینجوری، الان مخاطب زنید برادر. پس میدونید من میخوام از شما بشنوم، مثلا نمیخوام بگم شما خودتون رو کجا میدید، ولی اگه میخواید بگید آیا شما دیدید افرادیاش خودتون که آندریاس های خوبی بودن و شاید مردم زیاد مورد توجه قرار ندادنشون ولی چقدر نتایج خوبی داده؟ بله، افراد زیادی بودن وقتی بشارت میدادن و چقدر مردم به واسطه این عزیزان، به واسطه بشارتشون به عیسی مسیح ایمان آوردن. اون طرف کار خودشو کرد، میگه شما بعض رو بذارید دیگه بقیهش با من. بله، افراد خیلی زیادی هستن که متاسفانه، حالا یا خوشبختانه من نمیدونم، به قول شما اجرشون در آسمانه، ولی گفتم اجر یاد یه چیزی گفتم نمیشه اینجا گفت. آره فوش ندیم برادر، چی فوش ندیم، کلمات رقیقی استفاده نکنید. آره ولی خیلی افراد بودن به قول شما پتروسا، چون حالا گوینده بودن یا در چش بودن خیلی دیده میشدن. حتی الان همطور که سارا گفت ما الان یه جورایی پتروسا هستیم، مردم ما رو میبینن، ولی آندریاسا هستن که تهیه کننده. بله بله. ادیتور، فیلمبردار. بله. خیلی دیگه هستن که کنن. و کار آندریاسا خیلی سخت‌تر هم هستا. این بشارت دادنی یه چیزیه که مثلا من خودم خیلی باش دست و پنجه نرم می‌کنم، مثلا همش دعا می‌کنم در موردش که بشارت بده، مثلا حتی شده مثلا چه می‌دونم توی جایی مثلا یا سر کار که مثلا میرم یا اگر از مثلا وسیله عمومی استفاده میکنم. بله. مثلا با یه کسی هم کلام میشم یا میرم یه کافی مثلا میگیرم، میگم خدایا این همیشه دعای constantly نمیدونم خود دعای همیشگی منه که مثلا یه شرایطی بشه که بتونم بشارت بدم، یا شرایطش یه موقعی پیش نمیاد یا واقعا پیش میاد ولی میبینم خیلی سخته. درسته. خیلی سخته. شما میخوام میگم کار آندریاس شاید دیدم نمیشه و سخت‌ترین کار هم هست واقعا. دقیقا. یا میدونید خیلی وقتا ما، من خودم اینجوری ایمان دارم که در همه ما یه جورایی هم آندریاس هست هم پتروس، حالا شاید یه مقدار بیشتر از یه نفر دیگه، ولی میدونی افرادی هستن که چشم خوبی هستن، میبینن که ببین این طرف این پتانسیل رو داره. من یه نفر بود به اسم، حالا اسمشون نمیگم شاید نخواد بگم، ولی برادری بود که اولش با چی شروع میشه؟ آردی. شوهرش از آردیه. این برادر آ سال 2001 بود، میگفت جیلبرت تو فقط داری اینجا ادیت میکنی، فیلم برداری میکنی، بیا جلوی دوربین. گفتم برادر من آخه آدم جلوی دوربین نیستم، من پشت دوربینی هستم، من اینجوری هم. بعد خجالت میکشم، بعد میگم چی بگم آخه کلام خدا رو اینقدر واعظای خوب هستم، من چی بیام بگم مثلا. واقعا اینجوری میدیدم، ایشون یه چیز دیگه در من میدید که من نمیدم خودم. واسه جای تعجب بود که چرا اینجوری، چی میبینه مگه؟ گفت باور کن تو داری، چیزی داری، ما هر وقت داریم با هم قهوه میخوریم در وسط کار تو صحبت میکنی به دل من میچسبه، خیلی ساعت
ساده راحت کتاب خون هستی فلان، خب میتونی چیزی بیای همین رو بیای جلوی دوربین بگو. و یه چیزی در من دید و حتی ساپورت کرد از لحاظ مالی اون برنامه اول رو، گفت بیا من اصلا ساپورت میکنم تو چنین کاری بکن، پول ادیت همه چیز رو میدم که پخش بشه. اسم برنامه وان من شو بود و از طرف ستسرم و جای دیگه پخش شد و اتفاق خیلی هم چیش از اون موقع از ادامه پیدا کرده. تقریبا 17 سال الان این برادر آندریاس بود، خودش هیچ کس نمیشناستش، هیچ جمعی نیست بالای منبری بود، ولی میبینه چه پتانسیلی هست در مردم، میاد برای اون برنامه ریزی میکنه و اینوستمنت چی میگن؟ سرمایه گذاری میکنه. خدا رو شکر برای وجود همچین آدمایی آندریاس ها. دقیقا. پس این 5-2 ماهی میاد و ببینید این نکته من میخوام بگم سریع در این 4-5 دقیقه‌ای که داریم. 5-2 ماهی به خودی خود همچین چیزی نیست، ولی در دستان عیسی مسیح میشه یه چیزی. حالا من خودم رو اینطوری نگاه میکنم همیشه، و اینو نه از روی فروتنی علکی میگم، نه از روی غرور علکی، از روی واقعیت. به نظر من خودم میشناسم ژیلبرت واقعی رو، میدونم ژیلبرت یه سری چیزا داره، قوتهایی داره که خداوند داده، یه سری ضعفایی هم داره که اصلا درش هست. با کمک عیسی مسیح ضعف ها میتونه اصلا پوشش بیابه، نابود بشه به امید خدا. این قوت ها میتونه بیشتر بشه، رشد بیابه در نام عیسی مسیح. ولی مهمترین چیز اینه که ژیلبرت در دستای عیسی مسیح باشه، اون موقع این اتفاق میفته. وگرنه ژیلبرت با تمام قوت هایی که داره به خودی خودش، ببین هیچیه، اصلا هیچی، بیفایده است. ولی وقتی که مسح روح القدس میاد روی همین ژیلبرت، اون چیزای بیفایده خیلی فایده دار میشه. همین حتی ضعفایی که هست، که به نظر من یکی از ضعفایی که من داشتم اون سادگی بیش از حد بود، که یا حتی در صحبت کردم میگفتم آخه من نمیتونم مثل بابا، مثل عموم، مثل اون واعظی موعظه بکنم. حتی اون سادگی خودم میاد استفاده میکنم. 5-2 ماهی میشه در دست عیسی مسیح که خودم استفاده میکنه، چند نفر دیگه هم سیر میشن اتفاقا. و من این همیشه بوده و هنوزم هست، شدیداً هست، تقریبا دعای هر روزه من است که خداوند من میخوام در دستان تو باشم. ببین عصا است، ولی در دست موسی میزنه اقیانوس رو دو تیکه میکنه. چانه الاغ فایده نداره، ولی در دست شمشون میزنه یه لشکر رو نابود میکنه. بله. پیروزی میاره برای اسرائیل. 5-2 ماهی یه نفر رو به زور سیر میکنه. ولی در دستان عیسی مسیح 10-15 هزار نفر رو سیر میکنم. پس میخوام بگم که بیایید به اون کسی که هستیم، اون چیزی که هستیم، اون چیزی که داریم نگاه نکنیم، به دستان نگاه بکنیم که درش قرار گرفتیم، چون که اون میتونه برکت بده. دقیقاً. و یه چیزی بگم که من هر وقت دعا میکنم، اینکه اینو دعا میکنم، این خیلی دوست دارم که میگم خدایا من میخوام تو دستای تو باشم که تو منو شکل بدی، مولد. میتونیم تو دستان خداوندم باشیم ولی سفت هنوز باشیم. من میخوام به دوستای عزیزم بگم، تشویقشون کنم که اون اگر در دستان خداوند هستیم نرم باشیم، اون خمیرم و اون وجودمون نرم باشه که بتونیم شکل بگیریم. چی میگن؟ یعنی سفت و سخت نباشیم. درسته. یعنی بذاریم که خدا ما رو شکل بده. دقیقاً. کلمه فلکسیبل هایی میخوام انعطاف پذیر باشیم. تو دعاها میگیم خدای ما رو مولد، مثل مولد یعنی ما رو شکل بده، یعنی نرم باشیم که بتونیم اگه تو دستان خوب هستیم تکثیر پیدا بکنیم، رشد بکنیم، مثل خمیر باشیم در دستان خدا. بله. شکل بگیریم. یه نفر خیلی قشنگ میگفت خوشابال های متی باب 5 رو که میگفت من یه خوشابال میخوام اضافه بکنم، خوشا به حال انعطاف پذیران زیرا به راحتی شکسته نخواهند شد. آره واقعا. و واقعا همینه، وقتی که ما میگیم خودم از من استفاده بکن، من در دستان تو قرار میگیرم، بعد استفاده میکنه خداوند. بله. طوری استفاده میکنه، برای من این جالبه، طوری استفاده میکنه که خودت در حالی که داره استفاده ازت میشه در تعجبی که این چه باحالی منم، مردم ایمان میارن، رشد میکنن، بعد مردم رو تشویق میکنی، مردم رو میبینی چی درش هست، پتانسیل، میگی ای چه جالب، این من نیستم، این همش خداونده، من یه وسیله ای هستم، از من داره استفاده میکنم. از اونجایی که همه ساز دوست دارم، من میخوام یه مثال ساز رو بیارم. من همیشه میخوام اون ویولون باشم در دستان خداوند، کوک شده باشم. بعد وقتا این سخت کوک شدن ها کشیده بعد بشه سیم ها، صدای خوبی در بیرون بیاد از من ویولون، از ما ویولون ها،
بعد این ویولون در دستان خداوند باشه، خداوند نوازنده حرفه‌ایه، بنوازه مردم کیف بکنن، بگن عجب سرودی، عجب قشنگ، به به کیف کن. شاید بعضی بگن عجب ویولونیه، ولی ما میدونیم که آقا این ویولون نیست، این ویولون فقط در دستان نوازنده است که داره صدای خوبی بیرون میاد. بله. خدمت ما، زندگی ما باید این باشه و نوازنده خود عیسی مسیح باشه و هر جا که میریم عطر مسیح رو بذاریم از خودمون به جا دیگه. آمین. یعنی اون عطر مسیح باشیم. دقیقاً. بعد بیایید در این یکی دو دقیقه که داریم با این تمام بکنیم که این نکته بود که من دیدم در این جا، این توجه کردم که این پنجران دومایی از کجا اومد. یعنی ما همه در این داستان عیسی مسیح رو می ستاییم مسلمن، چون که پنجران رو تبدیل به هزاران کرد. بعد فیلیپوس رو در موردش صحبت می کنیم که اشتباه کرد، شکار کرده ای بابا فیلیپوس. بعد در مورد اندریاس صحبت می کنیم که اندریاس رفت این شخص رو آورد. در مورد این پسر صحبت میکنیم، اسمش رو نمیدونیم ولی بالاخره یه پسریه که پنج رو... هیچ وقت در مورد مادر رو صحبت نکردیم. مادری بود که پنج رو دو ماهی رو داد، یا بابایی بود، خانواده بود. و بعضی از افراد اون پدر مادر هستن که اصلا دیده نمیشن، اصلا در موردشون صحبت نمیشه، اصلا اسمشون مطرح نمیشه، اصلا هیچ کس در موردشون فکر نمیکنه، ولی اونها بودن که باعث شدن که یک معجزه بسیار زیبایی صورت بگیره. و خیلی وقتا میدونید شاید مثلا پدر مادر خیلی ها همون مادری باشن که پنجره دمایی رو داده و در پسرشون، در دخترشون یه چیزی کاشتن، یه تربیتی کردن که بتونه یه جایی برسه. خانم من آنی یکی از اوناست که بیشتر آندریاسه، من بیشتر پتروس هستم، من بیشتر دیده میشم، ولی من خودم میدونم که این آندریاس زحمت ها اینجاست، چه اتفاقاتی داره میفته. و همون مادر است که داره پنجره دمایی رو میده دست جسیکا، جولیانا، جویلا، دخترای من، و چه تربیتی میکنه که بچه‌ها بتونن در آینده، مطمئنم که به طرز بسیار زیبای خداوند ازشون استفاده بکنن. ولی این مادر داره الان میده این چه حمایت میکنه از شما که نیستین. آره، واقعا توی آنی، واقعا توی زمانی که جویلا رو باردار بود خیلی کم بود که شما باشین. خیلی. اون حمایت خیلی واقعا مهمه. خیلی. در این که من فکر می‌کنم در این داستان پنجره دمایی فقط به این پنجره دمایی نگاه نکنیم که عیسی مسیح برکت داد، خداونده بعد همه کار میتونه بکنه. نه، افراد دیگه هم هستن که کارهای دیگه کردن و درس ما یاد گرفتیم که در آخر در این 10 ثانیه آخر میخوام بگم که ما هم خیلی خوبه که خود پنجره دمایی باشیم که خداوند ما رو برکت بده، مردم ما رو بخورن، سیر بشن، بگن که ای ببین عرفان، اصلا از حضور عرفان، از حضور سارا داریم لذت میبریم وقتی باشون هستیم، وقتی با ما صحبت میکنن، وقتی موعظه میکنه، فردا بعد موعظه بکنیم، وقتی مینوازه، وقتی صحبت میکنه، وقتی تعلیم میده، وقتی داره کمک میکنه، مشاوره میده، همه اینا کیف بکنن مردم. پنجان دمایی باشیم، چون که خداوند برکت داده میریم در شکم مردم و سیر میکنیم مردم. آمین. مرسی. خدا برکت. دوستان عزیز، همینطوری که جیلبرت عزیز گفتن، بیایم خودمون رو امروز بررسی بکنیم، آندریاس ها و پتروس های درون خودمون رو بشناسیم و اونا رو بتونیم بیشتر رشدش بدیم. دوستتون داریم، تا برنامه دیگه، خداحافظ. خدا نگهدار. خدا.